سلام دوستان وقتتون به باشه روز گذشته ایران آخرین طلای خودش رو در مسابقات المپیک کسب میکنه دو تا ویژگی داشته طلای اول اون قافل گیر کننده بود به نوعی چون انتظار نداشتیم طلا بگیریم توی تیراندازی طلای آخرمون هم قافل گیر کننده بود به یه نوع دیگه چون در فینال یه سری اتفاقایی رخ داد بعد ورزشکار ما از حال رفت، بلند شد متوجه شد طلا گرفته به بهانه‌های مختلف فیرامون این دیروز مطالب مختلفی منتشر شد و باز دوباره یک فضایی به وجود اومد برای اینکه کاربرهای فارسی زبان کاربرهای با شرف فارسی زبان در بیایند از خجالت سود اینترنشنال ها و کارمندان ها اونها حالا توضیح خواهم داد اول یه عکس ببینیم این عکسی است که دیروز دست به دست شده در شبکه اجتماعی نمیدونم کاربرهای فارسی زبان این رو اولین بار تولید میکنن یا کاربرهای سعودی ولی فکر میکنم که طراحی این عکس با سعودی ها هست برای اینکه ایرانی ها رو مسخره بکنن من اول خلاصه داستان رو بگم شاید بعضی از دوستان در جریان نباشن بازیکن ایران از کانادا به اصطلاح کانادا رو شکست میده از صد آمریکا میگذره تیم های دیگر هم شکست میده میرسه به فینال در مقابل بازیکن سعودی 4 یک بازی رو عقب بوده یه ضربه خطا بازیکن سعودی میزنه و بازیکن ایرانی اونجا از حال میره داورها بازیکن سعودی رو به اصطلاح خودمون خطا بهش میدن از بازی اخراجش میکنن و ایران قهرمان میشه و یه نکته جالب هم داره بعد از ده ها سال سعودی بر اولین بار طلا میگرفته و میاد تو فینال میخوره به ایران یه همچین اتفاقی رخ میده خلاصه ماجرا این که به شدت مورد توجه قرار گرفت این نوع برد و کاربرها عدبی با ادبیات مختلفی پرداختن تنز در بارش نوشن حالا بماند همین رو هم سعودی اینترنشنال ها تلاش کردن برای لجن پراکنی ازش استفاده بکنن که توضیح خواهند داد و این عکس منتشر شد خلاصه دیروز این عکس منتشر شد کاربرهای سودی خیلی مسخری کردن این عکس رو که آقا مثلا یه ایرانی اومد شکست خورد فینال یه ایرانی اومد شکست خورد طلا گرفت این شکلی به این ماجرا پرخته بودن و کاربرهای فارسی زبان هم انصافا پاسخهای خیلی فوق العاده ای فوق ای به سعودی ها داده بودن یک نمونه اش اگر بخوام براتون مثال بزنیم که کاربر فارسی زبان این رو منتشر کرده بود همین عکس رو و خطاب به ها گفته بود که شما این عکس رو منتشر میکنید برای اینکه ورزشکار ایران رو مسخره بکنید ولی پیام این عکس اینه که ایرانی جماعت جنازش هم از سودی به اصطلاح سودی رو شکست میده ایرانی جماعت جنازش هم سودی رو شکست میده حالا دور از روی این عکس و این ورزشکاری که انصافا زحمت کشید دیروز و یه مدال قافلگیر کننده برای ما آورد بریم بررسی بکنیم توییت هایی که روی این قضیه نوشته شده و حرفایی که کاربرا در روی این قضیه زدن ببینیم که کلا چیا پیرامونش گفتن من توییت اول رو براتون میخونم گفته که اول یکی دو تا از مطالب سودی ترشال بررسی کنیم چجوری پرخته به قضیه اومده گفته که عکس جودوکار ایران رو منتشر کرده و گفته که به فینال رفته و خیلی تاکید کرده گفته که این جودوکار ایرانی در فینال از رقیب سعودی خودش عقب بوده ولی در نهایت بازی رو برده نمیشه که سجاد گنزاده به مدال طلای المپیک توکیو رسید گنزاده در فینال وزن مثبت 75 کیلوگرم کاراته مقابل ورزشکار عربستان قرار گرفت و در حالی که چاریک از حریف عقب بود با ضربه پای حریف به صورتش بر روی تاتامی افتاد و در حالت بیهوشی قرار گرفت بعد گفتی که این حالت براش پیش اومده ولی قهرمان شده و خیلی از کاربرها همین اومده بودن زیر همین توییت هم مسخرهشون کرده بودن که آقا بهتون تسلیت میگیم شما تبریک نمیتونید بگید و براتون سخته و اصلا براتون روایت کردن این مسابقه که یک ایرانی در اون پیروز شده به اصطلاح مشکل به نظر میسه یه نکته رو داخل پنتز بگم یه حرکت زیبایی رو انجام میده سجاد گنجزاده حرکت فوق العاده که من واقعا لذت بردم مدالش رو تقدیم کرد به مردم خوزستان مدالش رو تقدیم کرد و مردم خوزستان به خاطر وضعیت تلخی که خوزستانی ها دارن همین هم سعودی تنشان اومد مثل لاشخورهای سیاسی ازش استفاده بکنه و به این شکل بهش پرداخت که سعید گنجزاده اومد مدالش رو اهدا بکنه به خوزستانی ها و جمهوری اسلامی هم چیکار کرد زمانی که متوجه شد که این اقدام توسط گنجزاده میخواد انجام شه پخش زنده رو قطع کرد برای اینکه این خبر به گوش مردم نرسه از ساده ترین چیزها تلاش میکنن که در اوج شادی مردم ایران لجن پراکنی بکنن یعنی یک اتفاق ملی هم برای شما میفته اونا تلاش میکنن که کام شما رو تلخ بکنن کمی بدتر از همین فضا که وجود میاد یک برنامه رو صدا و سیما آماده میکنه میگه آقا یعنی زده اون تایمی که شما اومدی تبریک بگی ارتباط زنده ما قطع شد بیا اینجا تبریک تو مردم خوزستان بگو مدالت رو هم با خیال راحت تحویل بده بره متوجه این چی شد از ساده ترین و بدیهی ترین چیزا اینا تلاش میکنن لجن پراکنی بکنن و حالا این بخش دوم رو که ایران رسما اومده تیربون داده طرف اون اومده تبریک گفته رو یه به طور کامل سانسور کردن من اول میخوام تبریک سجاد یعنزاده رو با هم ببینیم زحمت کشیده مدال برده و خب تبریکش رو ببینیم چیا گفته بعد بریم بقیه توییت ها رو با هم دیگه بخونیم و بررسی بکنیم ما اون لحظه که داشتیم ارتباط میدادیم با تهران شما داشتید صحبت میکردیم با سجاد عزیز یه لحظه صدا قطع شد در مورد مدالش داشت صحبت میکرد اگر نکتهی داری با مردم شریف ایران حرف خاصی داری این شما این هم مردم عزیز سلامت باشید چون مثل این که شدیدم که گفتن صدا قطع ارتباط عویوستی بوده آره یه مقدار مشکل سمارت. گزارش کرد که پرسید مدال تو اجماع می‌کنید خودش اجماع لازم لازم شد اونجا ما داشت چه خوردم بالا نه اون یادم نمیاد که اونجا اصلا کلا هنوز حالش هم زیاد خوب نبود واقعا به خاطر اون کردم به تمام مردم از این کشور و مردم مظلوم خوزستان مظلوم و محروم خوزستان و تقدیم کردم به دوست ازم بهمن عسکری کاپیتان تیم اون الله پوشه به کل جامعه کاراته که واقعا لیاقتش بود که یه مدال طلا از المپیک بگیره اون شمار... خیلی خوب اینو باید پخشش میکردم این ویدیو رو باید پخشش میکردم چون کولی بازی بخشی از ماهیت وطن فروش های ما شده کولی بازی بخشی از ماهیت وطن فروش های ما در سعودی شده اینا نافشان بسته شده است با اینکه یک اتفاق ملی بیفته شما خوشحال بشی لجن پراکنی بکنن لجن پراکنی بکنن بخشی از ابزارالات سعودی هستن در فضای رسانی که این کارو بکنن وظیفه داشتم اینو پخش بکنم به کوری چشم اینها ببینید که مدال رو تق تقدیم کرد به خوزستان هیچ کس هم تریبون ازش نگرفت با افتخار بهش تریبون دادن برای اینکه این کار رو انجام بده و دل همه رو شاد بکنه این توییت هم عکسش برای من خیلی مهمه دقت بکنید اینایی که دیروز اومدن گفتن که آی چه نشسته اید که سجاد گنجزاده مدال رو تق تقدیم کرده به خوزستانی ها در خلاف شماهایی که حتی بحث خوزستان رو برای لاشخوری سیاسی بهش نگاه میکنید گنجزاده نگاهش متفاوته این تصویرش هست اون موقعی که شما و امثال شما خوز... خوزستان براتون اولویت نداشت چون از طریقش نمیتونه سی حاکم به چالش بکشی سیستان برات اولویت نداشت این خدا وسط میدان بوده و جنس تبریکی که این بنده خدا داره میگه با جنس لاشخوریش... لاشخوری لاشخوری سیاسی شما خیلی فرق داره همین عکس هم نمونه هست برای اثبات این قضیه متن این توییت رو میخوام بخونم گفته که تصویر از سجاد گنجزاده قهرمان المپیک که کمتر دیدیم سجاد گنجزاده سال گذشته و در ایام اوجگیری کرونا در کنار دیگر ورزشگاه رو در مناطق محروم مشغول خدمت رسانی به مردم بود آقا سجاد بعد آخرش گفته که آقا سجاد شما مدال طلا تو اینجا گرفتی گفته همون موقعی که میرفتی خدمت میکردی به مردم در اونجا مدال طلا رو گرفتی بعدی رو میخونم گفته که جایزه اینترنشنال تا یه هفته نوار مشکی جا داره ایران اینترنشنال تا یه هفته نوار مشکی بزنی کنار شبکهش و خیلی تاسف آور شما ایرانی باشی ایرانی باشی نتونی مدال طلای کشورت رو تبریک بگی چون داری بر عربستان کار میکنی و فقط در یه صورت عربستان بده اجازه بده که تو مدال طلا گرفتن یک نفری که ایران بوده است رو تبریک بگی اون صورت هم این باشه که اون طرف بره مغولستانی بشه خیلی تلخه که تو در غیر این صورت اجازه نداشته باشی ایرانیت خودت رو فریاد بزنی و این بلایی هست که الان کارمندان سعودی اینترنشنال و مابقی شبکه های آن سوی میدان بهش دچار شدن بریم بعدی رو بخونیم گفته وضعیت عرب فقط حال فعلی ایران اینترنشنال که اگه سجاد گنجزاده رو تبریک بگه بوجش قط میشه و اگه تبریک نگه برای مردم ایران روسیاتر میشه و توییت بعدی رو بخونیم این تصویری هست که کارورها کارهای سعودی منتشر کردن در روی سعید گنجزاده به نوعی تلاش کردن که تمسخری داشته باشن این پیروزی سید گنجزاده رو که گفتم کارهای خوبی دادن و از طرفی باید حق داد این قرار بود اولین طلای عربستان باشه اولین تلاش رو به همچین شکلی از دست داد و خب در اون خوش خیلی جالب هست یکی دیگه از کاربرها نوشته که برای بالا بردن پرچم کشور تا پای جان می جنگیم تبریک به مردم ایران کاربر دیگه ای درباره همین مدال طلای سجاد گنجزاده نوشته که داور به خاطر ضربه خطرناک و سنگین حریف عربستانی سجاد حریف عربستانی سجاد گنجزاده را اخراج کرد ای کاش جنگ عربستان و یمن هم داور داشت به نظرم توییت قشنگی فوق العاده توییت ارزشمند من خیلی خوشم از این تویت و واقعا راست میگه ای کاش اینم با هم ببینیم ای کاش آنچه که در یمن داره رخ میده هم داور داشت اینم یکی از ویدیوهایی است که کاربرها به تنز منتشر کردن دیروز با هم ببینیم سلام علیکم. علیکم سلام علیکم. خیلی سنگی بود برای عربستان اصلا انتظار همچین شکستی رو اینها در همچین مسابقه نداشتن و یه کاربر دیگه در همین خصوص نوشته که سجاد گنجزاده تو امتیاز 4 1 عقب از حریف بیهوش شد به هوش اومد طلای المپیک گرفت اصلا ویژگی ایرانی همینه به خصوص در مقابل عربستان ویژگی ایرانی همینه یعنی در هر صورت پیروز میشه یه اتفاقی میفته که اون اتفاق نمیدونم چه جوری ولی پیروز میشه که ما در این مسابقه خوبی این رو دیدیم بریم بقیه توییتر رو هم بخونیم نوشته که کوروشن سعودی اینترنشنال ها و کاسلیس هایی که نمیتونن پیروزی ما رو ببینن این مدال طلا مبارک مردم ایران نفر بعدی نمیشه که ما جنازمون هم به سعودی جماعت نمیوازه دور از جون سجاد گنجزاده واقعا در رو خودش فوقلاده بود این کنایه هایی که بعد از این شکست به سعودی ها زده شد و یک کاربر دیگه نمیشه که ناباورانه ترین طلای المپیک رو تو ناباورانه ترین لحظات آوردی نازه ۶۰۰ پسر اسلام شریف انصافا راست میگه کاملا ناباورانه بود این هم عکسی است از سجاد گنجزاده بعد از اینکه پیروز این مسابقات میشه یک پرچمی رو میاره در مقابل دوربین قرار میده و میگه که این پرچم، پرچمی هست که به نوعی نام مقدس حضرت اولفز روی اون هست و از اول مسابقات با من بوده من بهش متوسل شدم و به نوعی از این پرشمه انرژی گرفتم و با این پرشمه تونستم تا اینجا کار بیام و با سلام و سلوات کاربر سعودی رو هم شکست بدم و یک مدال زیبا برای مردم ایران بیارم من تلاش کردم کلیت ماجرا رو هم مرور بکنیم مدل پرداختن کاربر فارزام این قضیه رو بررسی بکنیم و به نوعی تبریک میگم آخرین مدال طلای ایران بود و اصلا کلا کار ما در این مسابقات و این رقابت ها پایان یافت حالا خود المپیک رو میشه ساعتها بشینیم تحلیل بکنیم ما در چه جایگاهی بودیم قبل از دولت حسن روحانی رتبه ما در ورزش در المپیک چی بوده چند تا مدال میگرفتیم چه جوری بودیم چقدر اف... افت, کردیم چرا افت کردیم همینا میشه نشست بررسی کرد ولی اون چیزی که الان برای من اولویت و برجسته تر هست زحماتی هست که اینها کشیدن اینها واقعا رفتن با همه محدودیت ها و با همه جنگ در این 8 سال به طور کامل فضای مجازی ما ول شد شما اگر یک ورزشکاری بودی برات همچین فضایی رو ترسیم میکنن که آن سوی میدان یک, وط... یک بهش هست عزیز دلم وطنت رو بفروش بیا برو تو این بهشته برای بقیه بازی کن خب این کارشون بزرگه دیگه نه خیلی کار بزرگی کردن که با همه این چالش ها ایستادن و زحمت کشیدن زیر پرچم ایران بازی کردن چه اونی که باخت چه اونی که برد زیر این پرچم برای من و شما جنگید و بنده وظیفه میدونستم کاش میتونستم بیشتر ثانیه به ثانیه لحظه به لحظه اصلا کلا کاریه لحظه جمع بکنم بپرزم به المپیک ولی خب توانم در همین حد بود تلاش کردیم که در این ماجرا در کنار رفقای خودمون در کنار بچه‌ای که زیر پرچم دارن میجنگن باشیم برای اینکه شرمندهشون نشیم و بخشی از زحمات اونها رو پوشش داده باشیم اگر نکته دارید برای بفرستین و پیامهاتون رو ارسال بکنید میخونیم در یک ویدیو به طور ویژه خلاصه پیام های شما دوستان عزیز رو منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر